درود بر شما دوستان عزیز، من حمید اصلی هستم از دفتر هوی یویسپیرو. من فکر میکنم چهره جمهوری اسلامی بر همگان واضح است و همه ما همیشه در تلاشیم تا بتونیم این چهره مزدور جمهوری اسلامی ایران را در خارج از کشور هم به تصویر بکشیم. میدونم که اکثر شما چه در ایران چه پس از مهاجرت فعالیت‌های سیاسی خودتون رو به صورت جدی دارید انجام میدید. من و تمامی ایرانیان میهن پرست از شما تشکر و قدردان هستیم و من برای تمام شما آرزو موفقیت میکنم تا ایران با کمک همه ما آزاد بشه. متاسفانه بعضی از هموطنان ما در کشور سوئد موفق به گرفتن اقامت پناهندگی نشدند. این خیلی وقتا مشکل شما دوستان پناهنده نبوده، بلکه دید اشتباه دولت سوئد به ایران بود. من و بسیاری از همکاران وکلا در اداره مهاجرت و دادگاه سوئد بارها تلاش کردیم که از حقوق شما دفاع کنیم و دولت سوئد رو متقاعد کنیم که افرادی که در فضای مجازی فعالیت سیاسی داشته و مبارزه می کنند رو حمایت کنند و نشون بدیم که شماها رو نمیشه دپورت کرد به ایران، که پلیس سایبری ایران، وزارت اطلاعات ایران علاقه خاصی به فعالیت‌های ایرانیان خارج از کشور داشته و نظارت کامل بر روی این افراد همیشه بوده و هست. ولی متاسفانه ما در اکثر موارد دولت سوئد رو متقاعد به این آمار نتونستیم بکنیم. امروز خوشحالم که این خبر رو به شما هممیهنانم میتونم بدم و میتونم بهتون بگم که تمام تلاش هایی که شما کردید جواب گرفته و دولت سوئد اطلاعات جدیدی رو درباره ایران صادر کرده که بهش ما میگیم لاند اینفورماسیون، یعنی اطلاعاتی که وکلا، دادگاه و اداره مهاجرت میتونه ازش استفاده کنه در یک کیس پناهندگی. اکنون دولت سوئد به رسمیت شناخته که مقامات ایران متاسفانه آزادی حقوق بشر رو نادیده و علاقه بسیار زیادی به ایرانیان در خارج از کشور دارن که بر علیه نظام فعالیت میکنه. البته که این اطلاعات بیشتر در مورد افرادی هست که تغییر مذهب دادن و بیشتر میتونه به اونها کمک کنه. ولی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی این افراد رو به اسم و جرم تبلیغ علیه نظام میشناسه و من به این باور دارم که این اطلاعات میتونه حتی کمک به افرادی بکنه که سیاسی هستن و بر علیه نظام دارن میجنگن. قبلا دولت سوئد به این باور بود که به خاطر فیلتر بودن فیسبوک، یوتیوب در ایران دیده نمیشه و خیلی وقتا این فعالیت هایی که دوستان میکردن نادیده میشد. ولی الان دولت سوئد میدونه که 40 میلیون ایرانی فیسبوک داره در ایران و ایرانیان خارج راحت میتونن با اینا تماس بگیرن. دولت سوئد با کمک این اطلاعات جدید از ایران میدونه که 40,000 پلیس سایبری داوطلب در ایران فعال هستند که ایرانیان مقیم خارج رو کنترل می کنن.
نظر من اینه که 40,000 نفر نمیتونه فقط برای پیدا کردن افرادی باشه که تغییر مذهب دادن، بلکه اینا دنبال تمام کسانی هستند که بر علیه نظام دارن فعالیت میکنن، برای اینکه اینا رو پیدا کنن، شناسایی کنن و اگه برگردن بلاهایی بر سرشون بیارن. امیدوارم که این اطلاعات جدید به تمامی شما کمک کنه، چه کسایی که هنوز منتظر جواب هستید، چه کسایی که در پروسه اعتراض هستید و یا کیستون بسته شده ولی هنوز دارید به فعالیت هاتون ادامه میدید، این فعالیت ها چه سیاسی چه دینی باشه. واسه تک تکتون آرزوی موفقیت دارم. مرسی.